بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، خوش آمدین به مجموعه اخبار در این ساعت. در آغاز هم سر خط خبرها. با هدر رفتن میلیون ها دلار از کمک های امریکا جهت آموزش نیروهای افغان، نگرانی ها در مورد آغاز فعالیت داعش در پکتیکا، و تاکید ایران مبنی بر حل مشکلات با عربستان سعودی. این هم مشروع خبرها. من اسمت الله احمد زای هستم. امریکا میگوید که نیروهای افغان با مشکلات روبرو هستند و میلیاردها دلار امریکایی برای آنان بیجا به مصرف رسیده است. تحقیقات سیگار نشان می‌دهد که امریکا بر اساس معلومات ارگان‌های امنیتی افغانستان با نیروهای افغان کمک نموده، اما بیشتر این کمک‌ها بیجا به مصرف رسیده است. وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گوید امریکا تمام قراردادها در مورد نیروهای افغان را خودش انجام داده و آنان در این زمینه نقش ندارند. با آنکه میلیون ها دلار بالای نیروهای امنیتی افغان به مصرف رسیده، اما با آن هم نیروهای امنیتی افغان در این اواخر در برابر مخالفان مسلح با شکست مواجه شدند. جان سپکور، رئیس اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان با کمیته خدمات امنیتی کانگریس امریکا، گفته است بعد از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان در بخش آموزش نیروهای افغان میلیاردها دلار آمریکایی بی جا به مصرف رسیده است. جان سپو گفته است در جریان 15 سال گذشته آموزش و تجهیز نیروهای افغان استراتژی اساسی آمریکا و ناتو بود، اما با گفته وی با مصرف 64 میلیارد دلار بالای اردوی افغانستان تلاش ناتو و آمریکا به هدر رفته است. تحقیقات ما نشان می‌دهد که اکنون نیروهای امنیتی افغان با مشکلات روبرو هستند، به خاطر که آنان در حال حاضر نیز ظرفیت کافی ندارند. اگر پیشرفت‌های اخیر نماینده آینده باشد، از همین خاطر ما در افغانستان در مورد امنیت ملی آمریکا برسیدن به اهداف درازمدت ناکام ماندیم. وزارت دفاع ملی در این مورد خواهان تحقیقات است. نو بنان کچری فساد شوی وی چی شوی وی منګه نه داردو نه تایدو پختنه دی وکي کچیر ته کوم افغان پکې مسول وی پختنه دی تنو وکي کچار پیسې خوړلې وی پختنه دی تنو وکي کوم امریکایی پیسې خوړلې وی دغه نه دی پختنه وکي زمونږه پکې ګناه څه ده. در عین حال کارشناسان امریکا و حکومت افغانستان هر دو را در پیوند به این موضوع مقصر می دانند. بار طرفونه هم دلته یا بکفایت حکومت وجود لد در سوال سکلون پا جریان که یا بکفایت حکومت موجود و او هم آقا خارجیان و هم دید پار نو را غلی چه دوی ده امریکا ده خطر نباش که دوی ده پیسو ده پیدا کول ده پار دلت را غلی و ده جنگ و وسیله ده زرم دوزی و این اصارات در مورد اردوی افغان در حال بیان می‌گردد که بعد از ختم ماموریت جنگی نیروهای خارجی در افغانستان، تلفات نیروهای افغان بیشتر گردیده است. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند در سال 2015 میلادی حدود 16,000 نیروی امنیتی کشته و زخمی گردیدند، در حالی که در سال 2014 میلادی این تعداد 12,500 تن عنوان گردیده بود. چالش های امنیتی و جنجال های سیاسی در داخل نظام در سال 2016 سبب سقوط حکومت وحدت ملی خواهد شد. شماره از آگاهان باور دارند که مشروعیت حکومت تشکیل شده بر اساس توافق سیاسی تا اخیر امسال به پایان خواهد رسید. آگاهان میگوید اگر مذاکرات صلح نتیجه نداشته باشد، احتمال می رود وضعیت بیش از این بدتر خواهد شد. نیروهای امنیتی در یک ماه گذشته از حملات خونین بالای گروه داعش خبر داده است، اما اکنون نگرانی ها در مورد داعش در مناطق ابراز گردیده که قبلا این گروه در این مناطق وجود نداشت. ریاست سرحدات و قبایل در مورد موجودیت داعش در ولسوالی گومل نگرانی ابراز کرده است. زادی گومل په ولسوالی کې دا ډله په داوس وخت کې را پیدا شوې ده. داعش بیا کوم پخوا طالبان سی وو، مخته په طالبانو کې ولاړ وو، اوس داعش ورته ورغلی وو. بیا دا د موږ د افغانستان طالبان په نوم ورغلي وو، له دغو سره یې باس کړی وو.
شورای ولایتی نیز به نقل از مردم فعالیت داعش را در بعض مناطق تایید میکند، اما چنین به نظر میرسد که زیاد نگران کننده نیست. ما خود درته ویل چې دا اوس چې دا کوم د خلکو د زیات خلکو چې کوم مستویل دي، زه موږ راته بدی کې نو سو ولای شي موږ نه دا چې سلف صدر د ولای شي او نه تایید ولای شي. وزارت دفاع ملی نیز از فعالیت های این گروه با خبر می شود، اما فعالیت های آن را تهدیدآمیز نمی داند. این عمل ما تحرکات داعش کم و بیش ایرا ما قبول دارم، ایرا ما میگم که اونا کوشش میکنن که تحرکات داشته باشن، مگر در هیچ نقطه افغانستان مرکزی ندارن که خدا نخواسته خطر برای افغانستان. در آغاز از شروع فعالیت داعش در ولسوالی های شینوار ننگرهار نگرانی ها ابراز گردید، اما مقامات امنیتی میگوید در حملات اخیر این گروه شدیداً متضرر گردیده است. وزارت دفاع ملی در ولایت بغلان کشتن افراد ملکی را رد کرد، اما فعالان مدنی میگوید در جریان عملیات نیروهای امنیتی حدود 700 تن کشته و زخمی گردیدند. والی بغلان و یک منبع در امنیت ملی میگوید که جلسه کابل در مورد عملیات بغلان از سوی طرفدار طالبان برگزار گردیده بود، اما فعالان مدنی این اظهارات را از مردم میداند. نیروهای افغان و طالبان مسلح از حدود 17 روز به این طرف در بغلان مصروف درگیری هستند. بانک حکومت افغانستان از پیشرفت ها خبر می دهد، اما ریاست شرکت برشنا می گوید که تا کنون زمینه بازسازی پایه های برق برای آنان فراهم نگردیده است. بر اساس گزارش ها در جنگ بغلان به افراد ملکی تلفات وارد گردیده و شمار زیاد خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند، اما مسئولین امنیتی این گزارش ها را رد می کند. اکنون که در مورد جنگ بغلان در کابل جلسات دایر می‌گردد، بیان می‌گردد منابع امنیتی آن را کار طرفداران طالبان عنوان می‌کند. جلسه ای که به نام فعالان مدنی در مورد بغلان در کابل دایر گردیده بود، شماری از آنان با طالبانی که در دندغوری مصروف جنگ هستند روابط داشتند و آنان با برگزاری چنین جلسات می‌خواهند نیروهای امنیتی را بدنام سازند. این اظهارات منابع امنیتی که شمار فعالان مدنی و بزرگان در آن طرفداران طالب عنوان گردیده، شمار از آنها آن را به معنی خاموش ساختن صدای مردم میداند. فضای دې چې خپل هغه مشکلات لري، هغه حل کی بل لار نه لري، نو په دې مظلوم ولس باندې ټاپې لګي چې یاد طالبان لپاره یاد نور لپاره کار کوي. آنان میگویند که در بغلان نه تنها مردم از جنگ زیان نرسیده، بلکه در پهلویان خانواده ها به نام های مختلف از سوی مسئولین آزار و اذیت میشوند. هغه خلک چې د سیمو بیزایه کیږي او خار ته راځي، په د خمري خار ته راځي، نور سیمو ته ځي چې هلته حکومت حاکم دی، یعنی دغه ټول کورنۍ زورول کیږي چې تاسو طالبان یاست، کورنۍ مو طالبان دي، افراد مو طالبان دي، هغوی مو څه کړه تلاشي کیږي، زورول کیږي، مشران بیول کیږي، د تحقیق پر نه حق بر نه حق دغه خلکو سره ظلم او زیاتی کیږي. اما وزارت دفاع مقامات در بغلان کشته شدن مردم عام را رد کرد. ما ایر لازم نمیبینیم که قوای مسلح از تیاره کار بگیرن خانه مردم خراب کنن، مردم ملکی زن طفل اونا را اونا سپر میسازه و ما نمیخوایم که مردم ملکی اونجا کشته شوه، شهید شوه و خانه شان خراب شوه. قوای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان امون گونه که در سایر ولایت برنامه داره پاکسازی میکنه و عملیات موفقانه در اینجا شروع شد. مردم قبلا از خانه های خود برآمده بودند و هیچ فردی در این ساحه حتی وقتی که مردم نباشه شما باید قبول میکنیم که از جنگ بغلان 18 روز می گذرد، اما نتیجه آن تا کنون معلوم نیست. ارگان های امنیتی ادعای کشته شدن شمار زیاد مخالفان مسلح در این درگیری را می کند، اما مردم می گوید که بیشتر قربانیان این درگیری ها افراد ملکی هستند که شمار از آنان مجبور به ترک خانه هایشان نیز گردیدند. چالش های امنیتی و جنجال های سیاسی در داخل نظام در سال 2016 سبب سقوط حکومت وحدت ملی خواهد شد. شماری از آگاهان باور دارند که مشروعیت حکومت تشکیل شده بر اساس توافق سیاسی تا اخیر امسال به پایان خواهد رسید. آگاهان میگوید اگر مذاکرات صلح نتیجه نداشته باشد، احتمال میرود وضعیت بیش از این بدتر خواهد شد. عوامل سقوط حکومت وحدت ملی در سال 2016. حکومت وحدت ملی، حکومتی که از ابتدا عاری از جنجال ها نبود، اما کنون گفته می شود که با گذشت هر روز نه تنها که جنجال ها کاهش نیافت، بلکه این مشکلات به چالش های سیاسی مبدل شده که حتی امریکا را نیز نگران ساخته است. آگاهان باور دارند که سال 2016 همانند سال 2015
چالش برانگیز است و احتمال می رود چالش ها بیش از این بیشتر گردد. دی حکومت مشروعیت با 2014 کال که 2014 کال پا اخیر که تر سوار لاندی کچه هم دا حکومت لاول سر دی سیاسی توافق نامه لمخی جول سوای دا او پا کار خدا و چه دوی دی ولسی جرگی و دی ولایت شوراگانو انتخابات کلی وای او دی اساسی قانون دی تعدیل دی لوی جرگی لپاره امادگی نیوالی وای. متاسفانه دی پا دی کارو که پا ترالو او یا هم اراده نلری دی لوی جرگی او دی انتخابات لپاره، نو دلت دی حکومت مشروعیت کاملا ختمی گی او دی سکوت وی رئیسته هم. جنجال ها روی انتخابات ولسی جرگه و جرگه تعدیل قانون اساسی که وابسته به مشروعیت حکومت وحدت ملی است و سایر عوامل دیگر که به باور آگاهان حکومت را زیر سوال برده است. با این حال گفته می شود که گفتگوهای جاری صلح نیز نتیجه را در پی نخواهد داشت و گروه منصوب به داعش در شماری از ولایات کشور نفوذی گسترده پیدا کرده که به گفته آگاهان نظام را با سقوط روبرو خواهد کرد. علاوه بر طالبان و داعش و نور افراطی ډلې چې پاکستان کې جوړې سوي دلته جنګېږي، په افغانستان کې د قدرت متعدد مرکزونه چې متاسفانه د بند توافقاتو نه را په دې خوا ایجاد سوي دي او یو واحد د تصمیم نیونې یا قدرت مرکز وجود نه لري، دغه اقتصادي بحران و فقر و بیکاری دا په مجموع کې هغه عوامل دي چې دا زمینه دې ته فراهموي که چیرې توجه ونیسي احتمالاً در حکومت سیاسی سقوط سر مخامخ است. اکنون که شایعات در رابطه به سقوط حکومت بیشتر است، بعضی ها توصیه یک جا شدن با جبهات سیاسی می کنند که افغانستان را از بحران نجات دهند. افغانستان ولست پکار ده چی سر متحد سی، یو غخ سی او دی خپل راتلون که لپاره پا خپل لاس پکار سی، دغه جبهه سی جوړی سوی دا شوراګانی سی جوړی سوی دی، سیاسی احزاب دی او سیاسی او مطرح شخصیتونه دی، دا د ټول سره متحد سی له حکومت سره خبره وکي ترڅو د افغانستان راتلونکي تضمین کړای سو او د بحران خواته ولاړ نه سو، بدبختی ته لاړ نه سو. ارګ سرنګونی حکومت وحدت ملی را رد کرده، اما در این مورد نگرانی های وجود دارد. اگر حکومت جنجال های میان هم را خاتمه ندهد، احتمال می رود حکومت با تهدید سقوط روبرو شود. به گفته مسئولان سال 2016 از لحاظ امنیت سال دشوار خواهد بود، اما مقامات امنیتی اطمینان می دهد که برای بحران امنیتی آمادگی کامل دارد. شوهر خانمی که در شفاخانه شهید داوود خان ولادت کرد و ویدیو آن در رسانه ها نشر شد، ادای حیثیت خانواده کرده است. در این کار بی توجهی دکتران عنوان شده و برای بررسی هیئت نیز تعیین گردیده است. بررسی حیات نشان می دهد که در این حادثه دکتران بی توجه نبودند، بلکه ولادت یک حالت غیر ارادی است که در هر جا ممکن می باشد. ولادت یک خانم در دهلیز شفاخانه شهید داوود خان کابل. ویدیو این ولادت با واسطه کمره های امنیتی و بعد در اختیار رسانه ها قرار گرفته که عکس العمل های شدید را به همراه داشت. این زن خانم عزیزلا دگروال نظامی است که اکنون این دگروال اعاده حیثیت کرده و این کار را جرم خوانده است. هغه ویدیو چې چخ پر کړی ده، دا زما د فامیل حیثیت او ابرو ته صدمه وارده کړی ده. زه د وزیر صاحب دفاع څخه احترامانه خواهش کوم چې د دې کسان په خپل د جذب عمل باندې وسپاري. جای نامناسب ولادت خانم به توجهی دکتران خوانده شده، اما اکنون در این مورد بررسی ها نشان می دهد که ولادت یک حالت غیر عادی بوده و در این مورد دکتران به توجهی نکرده است. و مسئله تاخیر نبوده، یک سوی تفاهم صورت گرفته که سرویس از یک محل به محل دیگر نقل کرده و در می صورت پایواز مریض نتانسته که سرویس به صورت درست پیدا کنه. بالاخره کمک صحی را انجام دادیم و حالا مادر صحتمند است و هم طفل صحتمند است. دگروال موسی خان رئیس هیئت تعیین شده میگوید در زمان بررسی چیزی جستجو نشد که گویا دکتران موظف در وظایفشان غفلت کرده باشند. ما در حقیقت یابی خود اینطور نیافتیم که یک دکتر صاحب
یک عجیر، یک میدیک، یک نرس، یک کسی را پیدا میکردیم که در اینجا غفلت کرده باشه و او وظیفه خود اجرا نکرده باشه. در این حال جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع تعهد میکند که پس از بررسی ها مجرم پیدا و مجازات خواهد شد. ډګروال صاحب موسی خان و یک کمیسیونی برجسته مونږ کار کرده سریزی و سه چهار نفر پرسانم کردن و تحت تعقیب ما هستن و تحت تحقیق ما هست و هر کسی که مسئول برآمد ما امرای شما شریک می سازیم و را جزا می دن. با باور مردم دکتران موظف و نرسا در شفاخانه های دولتی با مریضان و پایواز های آنان برخورد نادرست داشته و حتی در بعضی اوقات پایواز ها مورد توهین نیز قرار می گیرد. وزارت صحت عامه نیز بر این موضوع اعتراف می کند برخورد نادرست با مریضان در شمار از شفاخانه های دولتی سبب شده که بیشتر مریضان برای معالجه به خارج از کشور می روند. کشورهای همسایه در خشونت های قومی در افغانستان متهم هستند که گویا این خشونت ها را دامن می زنند. باشندگان نورستان می گویند در نتیجه خشونت های 90 ساله در ولسوالی های گامدیش و کشتورز این ولایت هنوز هم جوانان قربانی می شوند. تا اکنون از هر دو طرف 600 تن کشته و زخمی شدند. اما تازه رئیس جمهور برای حل این مشکل حیات ویژه تعیین کرده است. باشندگان ولایت نورستان میگویند پاکستان خشونت های قومی را در این ولایت دامن میزند. سران قومی میگویند تا اکنون در این خشونت های قومی بیش از 400 تن کشته شدند و در کنار صدها تن زخمی 200 تن دیگر معیوب گردیدند. هیئت تعیین شده برای حل این خشونت های 90 ساله میان مناطق کشتوز و کامدیش با سران قومی در ننگرهار دیدن کردند. من نن جرگه چه ما وقتل از مطمئنم انشاءالله چه خواه نتیجه باورکه یو خدای دو بکش در اخیره یمشی. زکه یو خود دوان و دل و دوان فریق و دیر واضح خپل اختیاریت یو زل بیا دی جرگه تور کرد. او متعقینیو چې همدغه جرګه به دلته پریکړه کوي او پریکړې به دواړو خواو ته د قبول وړ وي. خشونتها ظاهرا روی آب است. اما سران قومی میگویند پاکستان سبب پیچیده شدن این خشونتها شده است. یک بزرگ قومی نورستان میگوید جنگ 18 سال قبل در جریان حاکمیت طالبان مهار شده بود اما پاکستان باز هم آن را تازه ساخت. پاکستان که نور اس اونو غواړي چې افغانانو کې هغه شخصیتونه هغه منطقه او درک او تمیز هغه متجرب شخصیتونه هغه علمي خلق چې هغه که انجینران دي که هغه ډاکتران دي که هغه پوهان خلق دي که هغه قومي مراجع دي دا د منځه وړلو حد اقل داسې چې د یو بل سره په رقابت کې پاتې شي د یو بل سره اختلاف او تضاد کې پاتې شي هغه اعتمادي فضا ملي او قومي اعتمادي فضا چې کوم دی هغه د منځه لاړ شي. اما معاون جرگه های وزارت قبایل برای صلح و آشتی میان هر دو قوم خوشبین است. وای دست داشتن پاکستان در این موضوع را رد می کند. هغه خلق سید افغانستان په وړاندې باندې بد نیت لري که هغه پاکستان د نور دی و دوی غواړي چې له همدغه نه په استفادې سره دا قومونه نور هم سره په خپل منځ کې واچي. همدا علت ده چې دغه کومه ستونزه چې وه دې ته لکه څنګه چې لازمه وای باید په اول کې توجه سوی وای د همدغه په اساس باندې یو تعداد کسان لاړه مخالفینو ته. رئیس هیئت تعیین شده سوی رئیس جمهور میگوید خشونت ها دیرینه و پیچیده است اما برای حل آن نیاز به زمان است. دا خبری غواړي وخت غواړي اخی انتهایي پریکړه خو موږ اوس نشو څه کولی خو زموږ د اختیار بیا تکرار کړي تجدید کړي زموږ امید یې دا لپاره موږ راغلي چې موږ اختیار اخیستی دي انشاءالله دواړو جانبو څخه پوښتنې کوو د دې مشکل چې دی هغه به ځانته معلومو بیا پوښتنه کوو. اقوام کامدیش و کشتوز از چند دهه بدین سو درگیر هستند که بر اساس معلومات تا اکنون حدود 450 تن کشته، صدها تن زخمی و 200 تن معیوب گردیدند. اما اکنون امید همه به این جرگه است. وزارت زراعت و مالداری در سه ولایت کشور برای رشد این سکتور 54 میلیون دلار مصرف می کند. با این پول برای 5 سال در هرات، ننگرهار و بلخ علاوه بر رشد زراعت و مالداری برای دهقین و مالداران زمینی آموزش و کار برابر خواهد شد. مسئولان نامنی ها را چالش بزرگ در برابر فعالیت هایشان خوانده اما خوشبین هستند که به کمک شوراهای قریجات پلان های 15 ساله زراعت و مالداری تکمیل خواهد شد. وزارت زراعت و مالداری پروگرام دوم 15 ساله اولویت های ملی را آماده کرد. اسدالله لازمی وزیر زراعت می گوید این پلان چند بخش دارد که بخش اول آن برای 5 سال در ولایات بلخ، ننگرهار و هرات جهت رشد سکتور زراعت و مالداری 54 میلیون دلار مصرف خواهد شد. از این
برای 5 سال اول 54 میلیون است. البته گفتم این برنامه برای 15 سال طرح شده، یک برنامه دراز مدت است که در فیز اول از یک برای 5 سال است 54 میلیون در نظر گرفته شده. مسئولان از مدیریت نادرست حکومت پیشین و نبود هماهنگی میان ادارات انتقاد کرده که در بیشتر ولسوالی ها و مناطق دوردست کشور سبب ناکامی پروژه های انکشافی شده است. آنان بدامنی ها را چالش بزرگ در برابر فعالیت هایشان خوانده، اما میگویند با همکاری شوراهای منطقوی و ادارات دولتی خواهند توانست که پروگرام های انکشافی را عملی نماید. دی درې ولایت کې هغه ولسوالی نه شروع کوو چې ستونزې پکې کم وي، امنیتي ستونزې او نور، او ورو ورو خلک چې متوجه شي چې دا برنامه د هغوی په ګټه دي، نو نور ولسوالی ته هم پرمخ لاړ شو. سر یک طرح پالیسی کار روان است که امو لوایح وظیفه و ساحات کاری را که ما امرای دیگر ادارات دخیل هستیم هو هم واضح میشه. مثلا دفتر ولی صاحب چی مسائل را مسئولیت داره در سطح یک پروژه، دفتر ولسوال در سطح قریه. وزارت زراعت در حال برای برابر ساختن سیستم زراعت و مالداری پلان 5 ساله را آماده می کند که با وجود کمک های گسترده جامعه جهانی سکتور زراعت و مالداری با انتقادات شدید قرار دارد. باورها این است که کمک ها در این بخش بر ورکشاپ ها، کنفرانس های نمایشی و آموزش هزینه شده که هیچ نتیجه در پی نداشته است. خبرهای داخلی در همین جا به پایان می رسد، اما خبرهای جهان تا لحظات بعد. خوش آمدین به ادامه اخبار و این همچند خبر از جهان. ایران میگوید هر مشکلات موجود میاره این کشور و عربستان و سعودی به تلاش های مشترک هر دو کشور نیاز دارد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس بین المللی امنیتی مونیخ گفت ایران میخواهد که روابط خود را با عربستان و سعودی بهتر سازد و میگوید به میان آمدن گروه داعش در منطقه خطر جدی برای هر دو کشور است و به همین خاطر هر دو کشور باید کار مشترک انجام دهد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس بین المللی امنیت در شهر مونیخ جرمنی گفت ایران میخواهد که مشکلات موجود با عربستان سعودی را حل نماید. وی افزوده است این مشکلات باید حکومت های ایران و عربستان سعودی به طور مشترک حل نماید. وزیر خارجه ایران همچنان گفت اکنون ایران و عربستان سعودی هر دو با تهدید گروه داعش در منطقه روبرو هستند. جواد ظریف می افزاید از بین بردن این تهدیدات نیز به کار مشترک هر دو کشور دارد. روابط ایران و عربستان سعودی بعد از آن قطع گردید که چند قبل حکومت عربستان سعودی یک ملای شیعه را اعدام کرد. در این حال وزیر خارجه عربستان سعودی در جریان سخنرانی خود در کنفرانس مونیخ در مورد ایران چیزی نگفته است. بر اساس گزارش ها وزیر خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ همچنان در مورد توافق ایران و کشورهای مقتدر جهانی صحبت نمود. جواد ظریف گفت توافق اخیر در مورد برنامه اتمی ایران نشان داد که هر نوع مشکلات از طریق دیپلماسی حل شده می تواند. در کنفرانس امنیتی مونیخ در مورد جنگ سوریه و بحران مهاجرین به اروپا گفتگو صورت گرفت. وزیر دفاع جرمنی در جریان سخنرانیش در این کنفرانس از کشورهای اروپایی خواست که برای پایان دادن بحران مهاجرین یک راه حل سیستماتیک دریابد. این کنفرانس 3 روز دوام میکند و صدها نماینده کشورهای جهان در مورد مسائل امنیتی در آن گفتگو خواهد کرد. کنفرانس سالانه امنیتی روز گذشته در شهر مونیخ جرمنی آغاز شد. در این کنفرانس نمایندگان کشورهای مختلف جهان شرکت کردند. بر اساس گزارش ها در کنفرانس امنیتی مونیخ بیشتر در مورد جنگ سوریه، بحران مهاجرین، مبارزه با تروریسم و بعض مسائل دیگر امنیتی بحث صورت می گیرد. کنفرانس امنیتی مونیخ در حال برگزار می گردد که جنگ های جاری سوریه، بحران مهاجرین و به میان آمدن گروه داعش از جمله مسائل اند که جامعه جهانی را با مشکلات مواجه ساخته است. بر اساس گزارش ها این کنفرانس 3 روز دوام می کند و علاوه بر رؤسای جمهور 30 کشور، 70 وزیر و 600 تن از مقامات بلند رتبه دیگر کشورهای جهان در آن شرکت کردند. در آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ در مورد جنجال سوریه گفتگو صورت گرفت. نمایندگان کشورهای مقتدر جهان در این گفتگوها توافق کردند که مشکلات موجود در سوریه را به میان آوردن آتش در این کشور حل خواهد کرد.
وزیر دفاع جرمنی در جریان سخنرانی خود در این کنفرانس از کشورهای اروپایی خواست که برای پایان دادن بحران مهاجرین یک راه حل سیستماتیک پیدا نمایند. وزیر دفاع جرمنی همچنان به هدف پایان دادن بحران مهاجرین تقسیم کردن مساویانه مهاجرین در کشورهای اروپایی ضروری دانست. قابل یادآوری است که تنها در 40 روز گذشته بیشتر از 70,000 مهاجر به اروپا رسیدند. جنگجویان مخالف حکومت سوریه میگوید تا زمانی که حملات هوایی روسیه در این کشور متوقف نگردد آنان به جنگ در این کشور ادامه خواهد داد. مخالفان مسلح سوریه همچنان خواهان برکناری بشار الاسد از قدرت هستند. در عین حال بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است تا زمانی که گرفتن دوباره تمام کشور از مخالفان به تلاش خود ادامه خواهد داد. طرف های درگیر جنگ سوریه در حال این اظهارات را بیان کردند که کشورهای مقتدر جهان در کنفرانس امنیتی مونیخ بر ادامه تلاش ها برای ایجاد آتش بس در سوریه توافق کردند. تشکر از همراهیتان این مدت بار این ساعت که تقدیم شما شد. تا دیدار بعدی، الله نگهدار.